سلام و وقت بخیر. سرخط خبر ده. سفر کریستوفر میلر به کابل. سرپرست وزارت دفاع آمریکا در یک سفر است پیش اعلام ناشده به کابل. در دیدار با رئیس جمهور غنی در باره روند صلح گفتگو کرد. جان باختن 6 تن در ادامه رویدادهای ضد امنیت در کابل. 4 پزشک و 1 غیر نظامی دیگر بامداد امروز در یک انفجار در بخشهایی از حوزه 7 امنیتی کابل جانهایشان را از دست دادند. یک استاد دانشگاه نظامی مارشال فهیم در حوزه 12 ترور شد. وضعیت خیلی قابل تشویش هست و ما همیشه از خانه خود میبریم، هیچ با امید از این نیستیم که دوباره خانه خود. واکنش ها به ترور یک خبرنگار در غزنی. حمله بر رحمت الله نگزاد خبرنگار محلی در غزنی با محکومیت های سخت روبرو شده. به چه تا ونه چلال سی؟ زمان گویره داده چه دابل خبرالان پا کار بندی من پیر ریزو کرد چه بسی هم کرد بس خبرالان نس کوله چه پر داره از رو بندی کارو کرد. و خواستها برای بازگشت امریکا و ایران به توافقنامه هسته‌ای تهران با غرب. مشروع خبرها. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفر از پیش اعلام ناشده به کابل آمد. ریاست جمهوری در خبرنامه گفته که کریستوفر میلر سرپرست پنتاگون در دیدار با رئیس جمهور غنی درباره روند صلح گفتگو کرده. بر بنیاد این خبرنامه آقای میلر در این دیدار با آقای غنی از افزایش خشونت ها در افغانستان نگرانی کرده و بر تأمین آتش بس تاکید ورزیده. او گفته که ایالات متحده آمریکا در کنار حکومت و مردم افغانستان در کار مبارزه با هراس افغانی باقی خواهد ماند. در خبرنامه آمده که در این دیدار رئیس جمهور غنی نقش آمریکا را در مبارزه مشترک با هراس افغانی مهم خوانده. آقای غنی تاکید کرده که حکومت افغانستان برای تأمین صلح گام‌های عملی برداشته و جانب مقابل نیز باید اراده‌اش را در این زمینه نشان دهد. پیش از این رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده و فرماندهی مرکزی این کشور نیز از افغانستان دیدار کردند. انفجار صبح امروز در حوزه 7 امنیتی شهر کابل جانهای 5 تن را گرفت. در این انفجار نظیفه ابراهیمی مدیر و سرپرست ریاست صحیه اداره تنظیم امور زندانها با معاون این مدیریت و 2 همکارش که همه دکتر و اعضای یک خانواده بودند و یک غیر نظامی جان باختند و 2 تن دیگر به شمول یک کارمند دیگر این اداره زخم برداشته. همزمان با این یک استاد دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم در حوزه 12 امنیتی شهر کابل از سوی مردان ناشناس ترور شد. انیسه شهید گزارش می دهد. انفجار حوالی ساعت 7:30 بامداد امروز یک موتر ریاست تنظیم امور زندانها را در منطقه دوغ آباد در ناحیه 7 شهر کابل هدف گرفت. در این انفجار نظیفه ابراهیمی مدیر و سرپرست ریاست صحیه این اداره با عبدالمتین برادرش و سونا خواهرزادهش که همه پزشکان بودند جان باختند. 4 از یه دکتر بود، همشیرم بود، برادرکم دکتر متین بود، خواهرزادگکم دکتر بود، دیگه خواهرزادگکم دکتر بود، دریورشان بود. یا طرف وظیفه می رفتن. موتری که این دکترها با او دفتر می رفتن یک موتر دولتی بود و هر روز در داخل خانهشان می بود. وقتی که صبح از این خانه بیرون می شن، از این کوچه، تازه از اینجا که دور می خوره، مواد انفجاری که در این کنار جوی جاسازی شده بود منفجر می شن. دکتر صاحب نظیفه رتبه شان دگروال بود، مدت 13 سال در محابس باعث مدیر صحیح محابس کار می کرد. این انفجار جان عبدالنبی راننده موتر اداره تنظیم امور زندانها و یک غیر نظامی دیگر را نیز گرفت. 2 همشیرین دکتر بودند. نه کار گرفته بودند در شفاخانه. وضعیت خیلی قابل تشویش هست و ما همیشه از خانه خود میبریم. هیچ با امید از این نیستیم که دوباره خانه خود بیم. تا
طالبان حمله بر موتر این پزشکان را رد کردند. از سوی دیگر مردان مسلح ناشناس جنتگل استاد دانشگاه مارشال قسیم فهیم را در حوزه 12 پایتخت با شلیک گلوله کشتند. فرزند این افسر می گوید که پدرش در حال پیگیری سندهای بازنشستگیش بود. سبایی می پلار شپک بجی وزیپی تروان و دیگه کنش که تروشوه و ولگید و نو سپوری معلوماتی نشته چی چاویشته. در همین حال امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور که مسئولیت تامین امنیت پایتخت را پذیرفته است از گرفتاری چند تن از اعضای شبکه حقانی و گروه داعش در کابل خبر می‌دهد و می‌گوید کسانی که با نوشته‌ها یا گفته‌هایشان برای دشمن تبلیغ کنند و روحیه مردم را ضعیف بسازند با زندانی شدن تا 10 سال محکوم خواهند شد. ترور رحمت الله نگزاد خبرنگار محلی در غزنی با محکومیت های سخت روبرو گشته. شمار از خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه های آزاد حکومت را در تامین امنیت خبرنگاران به ناتوانی متهم می سازند. در همین حال سفارت امریکا در کابل می گوید که تلاش ها برای کشتار خبرنگاران باید بیدرنگ متوقف شوند. در حالی که طالبان ترور این خبرنگار را یک ضایعه و تأسف وار گفتند، حکومت همین گروه را به حمله بر خبرنگاران در کشور متهم ساختند. خالد نگزاد گزارش می‌دهد. ادامه حمله های هدفمندانه بر خبرنگاران در کشور با نگرانی های جدی خبرنگاران روبرو شده است. به چه تا ونه چلال چه زموگ ویره داده چه دابد خبرنگاران پا کار بندی من پی اغیزو کرد چه وسی هم کردی بس خبرنگاران نیست کوله چه پا داده ازل بندی کارو که اونچنانی که بنای امریکی و حکومت باید تدابیر امنیتی را بر رسانه ها و خبرنگاران بیشتر مثال تصفیه کرد. دو سال گذاشتن ما شاهدی نبودیم. نهادهای پشتیبان رسانه های آزاد حکومت را در کار تأمین امنیت خبرنگاران به ناکامی متهم می کنند. حکومت افغانستان متاسفانه در راستای تأمین امنیت خبرنگاران به صورت جدی شاهد ناکامی است. حکومت نه در زمینه پیشگیری از موارد خشونت علیه خبرنگاران و نه در زمینه بررسی قضایای خبرنگاران هیچ کار به سزای انجام نداده و انجام نمیده. 107 مورد خشونت علیه خبرنگاران در کمیته مسئولیت خبرنگاران ثبت شده است که 7 مورد آن قتل خبرنگاران است. در همین حال افو بین الملل و سفارت امریکا در کابل کشته شدن رحمت الله نگزاد خبرنگار آزاد را در غزنی نگران کننده خواندند. سفیر امریکا در تویتر خود خواستار متوقف شدن حمله بر خبرنگاران شده است. جدا از دولت افغانستان می خواهیم که تمام این موارد را به صورت جدی پیگیری بکنند و مرتکبین از این قضایا باید به محاکمه یا به عدالت سپرده شوند. هر چوک چه در کار کوید، هر چه دیده شاعت لاس وی، هغه د اسلام له دایرې نه پخپله ځان وباسي او د مسلمانانو دښمن جوړي. در همین حال طالبان دست داشتنشان را در قتل رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی رد کرده و گفتند که این رویداد یک ضایعه بزرگ کشور است. پر رسنوی او پر خبریالانو باندې د بریدونو تر شا د طالبانو لاستی، ځکه طالبان د بیان د ازادي په ښکاره او پټه باندې دښمنان دي. دوی د بیان ازادي د خپلو اعمالو او د خپلو کړنو په وړاندې باندې خنډ بولي. با کشته شدن رحمت الله نگزاد شمار خبرنگارانی که در کمتر از 2 ماه گذشته در کشور جان باختند به 5 تن رسید. پیش از این یما سیاوش، الیاس دایی، ملاله میوند و فرجین امینی در رویدادهای گوناگون در ولایتهای کابل، هلمند و ننگرهار جانهایشان را از دست دادند. محمد اسماعیل خان از بحرانی شدن اوضاع امنیتی کشور نگران است. این رهبر پیشین جهادی میگوید که در آستانه یک آتش بس احتمالی و حتی پس از یک توافق صلح با طالبان مردم نباید اجازه دهند تا هرج و مرج برپا گردد و نظام کنونی سقوط کند و بار دیگر تجهیزات ارتش افغانستان به دست بیگانگان بیفتند. و سوی دیگر محمد اسماعیل خان میگوید که عامل اصلی بسیاری از رویدادهای ضد امنیت در کشور طالبان هستند. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش آماده ساخته. محمد اسماعیل خان عضو شورای عالی مصالحه ملی
در دیدار با شماری از باشندگان هرات و فرماندهان پیشین جهادی از بدتر شدن اوضاع امنیتی کشور پس از توافق صلح حکومت با طالبان هشدار می‌دهد. او از مردم می‌خواهد که در صورت وارد شدن طالبان مسلح به شهرها به بهانه آتش بس آماده دفاع باشند. در شرایط بدتری که شما یقین دارم که می‌فهمیم که اگر خدای نخواست پس از صلح حوادث رخ میده و در شروع صلح و آتش بسی که به شما عرض کردم حوادث صورت میگیره، در اینجا حکومت به تنهایی کار کرده نمیتونه. یکی از کارهای عمدی همه ما ای باشه که در هر صورت نگذاریم که این نظام سقوط کنه، نگذاریم که به صلاح حرج مرج در کشور ما ایجاد بشه، نگذاریم که صلاح اردوی ما به دست دشمنای افغانستان بفته، نگذاریم که ملت یک بار دیگه خدای ناخواسته بار ثالث پایمال بشه. این رهبر پیشین جهادی طالبان را مسئول بسیاری از حمله ها در کشور می داند. شک نیست که در افغانستان گروه های مختلف دیگه هم مثل داعش و امثال از اینا هست، اما طبیعتاً بیشترین حوادثی که صورت میگیره از طرف طالب است. در همین حال شماری از باشندگان هرات نیز نگران هستند که در صورت ناکامی مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان، جنگ جاری در کشور برای چندین سال دیگر نیز به درازا کشانیده خواهد شد. مردم تباه شد، مردم داره بدر شده، وزی خاک و وطن که ازی 40 سال چله چیز کم بیشتر از 40 سال ادامه پیدا کرده جنگ. ما خواهشمندیم که ما بسیار نگرانیم که بیشتر دامن نزنم جنگر خاتمه بدم به جنگ. تمام اتباع افغانستان، تمام اخشار افغانستان از این موضوع نگرانند که اگر صلح در افغانستان نیاین مردم به یک مشکل بسیار جدی قرار میگیرند. محمد اسماعیل خان بر این باور است که مداخله کشورهای گوناگون مذاکرات صلح را در دوحه پیچیده ساخته است و برای رسیدن به یک توافق صلح هنوز راه درازی پیش روست. یافته های کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری از وزارت معارف نشان می دهند که با وجود سفارش های اصلاحی این کمیته به این وزارت، هنوز هم این وزارت با کمبود آموزگاران حرفه‌ای روبروست. مسئولان این کمیته میگویند هنوز هم آسیب پذیری های جدی از فساد اداری در وزارت معارف وجود دارند که به اعتماد مردم بر این نهاد صدمه میزنند. بر بنیاد نظارت کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری، نصاب آموزشی وزارت معارف نیز با مشکلات جدی روبروست. در همین حال وزارت معارف میگوید که تنها 20% آموزگاران مکتب ها دارای تحصیلات عالی هستند. زهرا رحیمی گزارش می‌دهد. یافته های یک بررسی کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری از وزارت معارف نشان می‌دهد که این وزارت توانسته است از سال 2017 میلادی به این سو از میان 113 سفارش این نهاد 70 سفارش را عملی کند، اما چالش ها در بخش های آموزگاران مسلکی و نصاب آموزشی این وزارت پا بر جا هستند که اعتماد مردم را به وزارت معارف آسیب می‌زند. اوس هم مونگا د مسلکی ښوونکو د کمبود سره مخامخ یو. دویمه برخه د نصاب په برخه کې ده. تاسو ټول شاید دا درک کړی وي چې وزارت معارف اوس هم یو ښه نصاب نه لري. بر بنیاد گزارش های پیشین کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری، از هر 10 آموزگار 8 آموزگار فاقد معیارهای حداقل آموزگاری بودند و بسیاری از آموزگاران با مداخله زورمندان استخدام شده بودند. ما پیدا کردیم که معارف تبدیل شده به یک مارکت ایجاد اشتغال که در او هر نیرومند، هر قدرتمندی تلاش میکنه که افراد مورد علاقه خود را در او بدنه معارف شامل بکنه. در همین حال وزارت معارف میگوید که 20% آموزگاران مکتب ها تحصیلات عالی دارند و 57% آموزگاران تحصیلات نیمه عالی و شماری دیگر از آنان تحصیلات عالی ندارند. دلیلش همی است که اونا در مناطق دوردست مصروف آموزش و پرورش هستند و به دلیلی که استادای مسلکی رفت و آمد برشان مشکل است، از استادایی که در همون منطقه هستند از ظرفیت اونا استفاده کردیم. گزارش های کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که 40 سفارش اصلاحی این کمیته برای وزارت معارف 35% عملی شدند و 3 سفارش دیگر پیشرفت بیشتر از 2% داشتند. در ادامه تا چند لحظه دیگر،
نگرانی ها از وجود فساد در زندان ننگرهار و گمرک تورخ هم. ادامه خبرها، 201 تن در 24 ساعت گذشته در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و 16 تن از بیماری کووید 19 جان باختند. وزارت صحت عامه میگوید که با این حال شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 51089 تن رسید. فریبا سادات گزارش میدهد. وزارت صحت عامه میگوید که آمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در کشور همچنان در حال افزایش است. بر بنیاد آمارهای این وزارت در یک هفته گذشته 94 تن در نتیجه بیماری کووید 19 جان باختند و 1005 تن دیگر مبتلا شدند. در هفته گذشته که هفته پنجم انتشار ویروس در افغانستان هست، به صورت مجموعی 11196 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر کشور تست شدند که از این جمله 1584 موردش مثبت ثبت شده. از سوی دیگر مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن که ویژه درمان بیماران کووید 19 است میگویند که هرگاه مردم توصیه های بهداشتی را رعایت نکنند، ویروس کشنده کرونا جانهای بیشتر مردم را خواهد گرفت. مراجعین سراپا 555 نفر، مراجعین بخش عاجل بیشتر آن در حالت وخیم بر ما مراجعه کردند که 36 نفر بوده است. پی سی آر به صورت عموم که زیادتر آن مسافرین بودند که نزد تست کرونا میان 600 نفر بوده است. شمار از باشندگان پایتخت همگیری کرونا را نگران کننده می دانند و می گویند که وزارت صحت عامه باید تدابیر جدی تر روی دست بگیرد. ویروس کرونا در افغانستان بیشتر شده می رود و مردم هم توجه به ویروس کرونا ندارد و صحت عامه هم برنامه خاص درباره ویروس کرونا ندارد. لطفاً امی کرونا را یک کمی جدی بگیرین، به خاطر که روز به روز زیاد شده میره، خدای ناخواسته نشه که باعث تلفات مردم افغانستان شود. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 201 رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شدند و 16 تن در نتیجه بیماری کووید 19 هم جان باختند. اکنون شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 51089 تن رسیده است، در حالی که از این میان 2105 تن جان باختند. کمیسیون تفتیش داخلی مجلس نمایندگان میگوید که در زندان ننگرهار و مدیریت گمرک تورخم خلافکاری های گسترده وجود دارند. یافته های یک ارزیابی این کمیسیون نشان میدهند که در زندان ننگرهار مواد مخدر آزادانه به فروش میرسد و نیز ترازوی گمرک تورخم به گونه عمدی غیر فعال شده. در ادامه، کاهش درآمدهای ملی در سال گذشته مالی. در ادامه، وزارت مالیه نتوانست به هدف تعیین شده در گردآوری درآمدهای سال گذشته مالی برسد. وزیر مالیه میگوید که هدف برای درآمدهای سال مالی گذشته 177 میلیارد افغانی بود، اما این وزارت اندک بیشتر از 174 میلیارد افغانی در این سال گردآوری کرده. زبیح الله جهان مل گزارش می‌دهد. وزیر مالیه میگوید هرچند این وزارت امسال با کاهش درآمدهای ملی روبرو بوده است، اما تلاش می‌شود که بر بنیاد تعهدات حکومت افغانستان در نشست ژنو در 4 سال آینده افغانستان به خود بسندگی در بخش تمویل بودجه عادیش برسد. کشورهای کمک دهنده ای تعهد دادیم که ما منابع عایداتی خود به حد خواهد رساند که از نگاه منابع عایداتی ما تکافوی بودیجه عادی مملکت تا 4 سال آینده را انشاءالله و رحمان که خواهد کرد. اما معین وزارت مالیه میگوید که بر بنیاد یافته های آنان هدف برای درآمدهای سال گذشته مالی بیش از 200 میلیارد افغانی بود که به این حساب تنها در بخش درآمدهای ملی بیشتر از 30 میلیارد افغانی، درآمدهای کمتر از هدف تعیین شده در این سال گردآوری شدند.
اصل هدف هم چې په بودیجه کې ټاکلی و 1.5 میلیارد افغانۍ رقم شو، ورسره په بودیجه کې هغه مصارف چې مونږ د کرونا د مخنیوي لپاره یا د کرونا سره د مبارزې لپاره په مونږ باندې راغلل، د صحت په باش کې یا د ساختماني یا د کاریابي یا د اقتصاد په باش کې چې مونږ باندې راغلل 6.5 میلیارد افغانۍ په مونږ باندې اضافي مصرف تعمیل شو. در امینال وزیر مالیه میگوید که هرچند جامعه جهانی در 4 سال آینده به افغانستان بیش از 13 میلیارد دلار کمک های ملکی را تعهد کرده است، اما در برابر جذب این کمک ها کمک کنندگان هر سال کارکرد افغانستان را برای عملی ساختن تعهداتش ارزیابی خواهند کرد. خواهید دید جان باختن کریمه بلوچ فعال حقوق بشر پاکستان در کانادا. ادامه خبرها. وزیران خارجه آلمان و چین خواهان بازگشت آمریکا به توافقنامه هسته‌ای با ایران هستند. وزیر خارجه چین میگوید که آمریکا باید به هیچ پیش شرط به این توافقنامه بازگردد، اما هر دو کشور بر عمل شدن کامل تعهدات هسته ایران در این توافقنامه نیز تاکید می‌ورزند. چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. کریمه بلوچ یک فعال حقوق بشر از ایالت بلوچستان پاکستان که از مخالفان سیاسی حکومت این کشور بود در کانادا جان باخته است. پیکر کریمه بلوچ در دریای در نزدیک تورنتو پیدا شده، اما علت غرق شدن او در دریا روشن نشده است. در پی گسترش گونه تازه ویروس کرونا در بریتانیا، این کشور در انزوای جهانی قرار گرفته و شمار بزرگی از کشورها پروازها و سفرهای زمینی را به و از بریتانیا ممنوع و یا محدود ساختند. روز دوشنبه بریتانیا از ثبت 33,364 رویداد مثبت ویروس کرونا و 215 مرگ برخواسته از این ویروس خبر داد. اکنون برنامه های تولو نیوز به گونه زنده در وبسایت دریا نقطه‌نت و اپ دریا نیز قابل دسترس هستند. شب بخیر.